یک قصر و هزار دریچه. شنوندای گرامی سلام، شما برنامه قصر و هزار دریچه را میشنوین. آیا شما هم آرزو دارین که با وسیله موتور از یک شهر به شهر دیگه پرواز کنین؟ و یا ای که میفهمین شعر سفید چیست؟ لالو ماما در این برنامه درباره همی موضوعات برای میمانهایش دریچه باز میکنه. بیخی روز ما گم کردن ایتوانا، مرا گفتن که سبا باد از نان نیم، حال اینا قریب است که دیگر شوه. فیاض بیادر، سعی که چطور پیشانی نالو ما موترش است، آل چی بگویم برش؟ گناه ما خونه بود، سرکابند بود دیگه. ما میگم خدا شما را انصاف بوده که مرا زیاد اینجا ماتل کردین. چرا یقنا وقت آمدین زورا برا؟ لالو ماما، ای تو بود که خانه مامایم شار رفته بودیم. پس که می اومدیم کنم گپی بود. موترا کلش در سرک یکی پشت دیگه استاد بودن و را بند بود. راست میگه لالو ماما، دلم میشد که بال داشته باشم و پرواز کده پیشت بیایم. خب بیچاره نه فیاض بال داشت و نه موتر. اگه نه اول وقت پرواز کده پیشت رسیده بودیم. خب خیره، خوب شد که به خیر آمدین. خدا مهربان است که به ای آرزویتانم برسین و صاحب موتر پرنده شوین. چی؟ موتر پرنده؟ او دیگه چی رقم است لالو ماما؟ این موتر پرنده دیگه چی است لالو ماما؟ زود بگو که دان فیاض بیخی باز مانده. بیاین که داخل دالیزای قصر بریم، باز دیگه گپاره امونجا میگیم. لالو ماما، اینه داخل دالیز قصر آمدیم. بگو دیگه چطور امکان داره که موتر پرواز کنه؟ امکان داره. تا جایی که من خبر دارم، یک تعداد موترا پرواز کرده میتونن. چی میگی لالو ماما؟ ما را صدف فکر کردی؟ طیاره پرواز میکنه، موتر چطور پرواز میتونه؟ بگی لالو ماما، در میباره خیلی یک دریچه واسه که صحیح بفهمیم. اینه با دو دیده، لالو با خدمت استاده که میمانا نشن خفه، واز میکنه برشان دریچه. حالا شبنم، تیارگه که خورده در تلویزیون ببین. چقدر چوچگه که است، تو باش از نزدیک ببینم. وی خود تیاره نیست، مثل موتر چهار تایر داره. راستی هم این خود قوارش به موتر میمانه، مگم بالام داره و در هوا مثل تیاره پرواز میکنه. تو بلند کو کم صدایشه. او نه نتاق دواریش کدام چیز میگه. از سالها به این سو شرکت‌های موترسازی و دانشمندان به این فکر هستند تا موترها بتوانند پرواز کنند. چندین مرتبه کوشش کردند اما هر بار به ناکامی روبرو شدند و حتی یک تعداد مخترعان جانشان را از دست دادند، تا بالاخره در سالهای اخیر این خوابشان به حقیقت پیوست و بعضی کمپانی‌های موترسازی موترهایی را ساختند که می‌تواند پرواز کند. ما خو بیخی دفعه اول ماست که توی اگپا میشنوام که موتر پرواز کنه. بشنو بشنو که دیگه چی میگه؟ موفق ترین نمونه اینو موترهای پرنده که به نام هواگرد هم یاد میشه، در کشور سلواکیا اولین پرواز موفقانه آزمایشی را میان دو شهر انجام داد. مسئولان ترانسپورتی کشور سلواکیا پرواز و حرکتی موتر پرنده را بررسی نمود و به آن اجازه پرواز دادند. بیبی که این موتر چطور مثل تیاره در هوا میره؟ آمگم چقدر چوچگک است. گوش کن که دیگه چی میگه جمال. ای هواگرد یا موتر پرنده میتواند تا ارتفاعی بیشتر از 2500 متر پرواز کند و اولین پرواز موفقانه‌اش در مدت 35 دقیقه تکمیل کرد. بعد از پایین آمدن در زمین در ظرف 2.5 دقیقه بالهایش را جمع نموده و به شکل موتر تبدیل شد و به سرک های داخل شهر رفت. بیبی بیبی در میدان هوایی پایین شد و بالایش هم جمع شد. آه در هوا مثل تیاره بال داره و در زمین که بالایش را جمع میکنه پس مثل موتر میشه و کت تیرایش حرکت میکنه. این موتر پرنده به اندازه یک موتر عادی است که فقط دو نفر میتونن داخل آن بشینن. ماشین آن مانند ماشین موتر بوده و از تیل عادی که در تانک های تیل فروخته میشه برای سوخت آن استفاده میشه. این موتر پرنده میتونه در هوا با سرعت بیشتر از 160 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
ما خوب بیخی ایران ماندیم. از بس ایران ماندی چشمات بر آمده. گوش کو که دیگه چی میگه. البته ای اولین موتر پرنده نیست، در گذشته نیز موترهای پرنده وجود داشته، اما این اولین موتر است که یک مسافه طولانی میان دو شهر را بدون هیچ گونه مشکل تکنیکی طی نموده، موفقانه به منزل رسیده و جواز پرواز از اتحادیه اروپا برای آن داده شده است. ما هم یکان دون از این موترها پیدا میکنم و دیگه لالا دوا موتر دوانی میکنه. اما تو خیال پلو بزن که تا بایسکیلت پرواز کو. بول که بشنیم دیگه چی میگه. در حال حاضر کشورها و کمپانی های دیگر موترسازی نیز برای رقابت با هم در تلاشند که موفق ترین و پیشرفته ترین موتر پرنده را تولید کنند تا مردم عام بتوانند به قیمت مناسب از آن استفاده کنند. بسیار جالب بود. موتر پرنده که میتونه از یک شهر به شهر دیگه مثل طیاره پرواز کنه. جالبی است که از تیل عادی استفاده میکنه و ضرورت به تیل طیاره نداره. آه، وقتی که در زمین باشه مثل موتر کته طیارهاش در سرک میره و وقتی که در هوا باشه کته بالاش پرواز میکنه. لولو ماما، این معلومات موتر پرنده اینقدر جالب بود که قریب است اصل گپ یادم بره. اصل گپ دیگه چیست ندیمه جان؟ اصل گپی است که معلم ما برام کارخانگی داده. خود خانه میشیش تی کارخانگی تنشته میکدی؟ نه، این کارخانگی در خانه نوشته نمیشه. باید در کتابخانه پیش بابا حکیم بریم که برام معلومات بده. بگو ندیمه، مشکلت چی است؟ شاید ما بفهمم ضرورت به بابا حکیم نیست. بگو، میفهمی که شعر سفید چیست؟ چی؟ شعر سفید؟ او دیگه چی است؟ شیر سفید یا شعر سفید؟ اصلا شعر سفید نمی باشه، زرد می باشه. بریم که بابا کی معلومات بده. اجازه از بابا حکیم. بیاین بیاین، خوش آمدین. زنده باشی بابا حکیم. بابا حکیم، اگه وقت داشته باشی امی میمان ها یک سوال دارن. میروانی بگوین چی سوال دارین. بابا حکیم، امی شعر سفید چیست؟ شعر سفید یا شعر سفید یک نو یا قالب نو شعر است. شعر سفید اوتو شعر است که وزن عروضی نداره. ای وزن عروضیش دیگه چیز بابا کیم؟ قالبای قدیمی شعر فارسی دری وزن عروضی داشتن، اما شعر سفید وزن عروضی نداره. مثلا در گذشته ها یک بیت دو مصرع داشت و هر مصرع در وزن و تعداد هجا و قافیه یک چیز بود، اما در شعر سفید اوتو نیست. خیلی در شعر سفید چی رقم است؟ در شعر سفید شاعر کلمه ها را رقم کته یکی دیگه می بافه و میاره که خودش روان خوانده شوه و آهنگ پیدا کنه. شاعر مجبور نمیشه که پشت کلمه قافیه دار سرگردان بگرده. بابا حکیم، خیلی مثال بگو که صحیح بفهمیم. درست، اینه مثلا یک بیت براتون از شعر سابق میگم. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. این بیت وزن عروضی داره و کلمه های حکایت و شکایت قافیه باید هستن. اینا شنیدین که اگه یک کلمه را بی جای کنین وزن شعر خراب میشه. مثلا بجای حکایت اگه قصه بگوین وزن عروضی شعر اون خراب میشه دیگه. آه، براستیام. خیده شعر سفید باید تا چی رقم میباشه؟ شعر سفید مثل جمله های کوتاه و دراز زیر به زیر نوشته میشه، مگم کتی یکی دیگه خوب بافت می داشته باشه و در خواندنش آدم روان می خوانیش. خیلی مثال خوب امی، شعر سفید هم بگو برای ما بابا حکیم. اگر چی شعر سفید دراز می باشه، خب ما یک بخش یا یک بند از یک شعر سفیده برای تان میگم که شاعر موجهای بحر تصویر کرده. بحر یکی دشت بزرگ است، دشت آینه و تصویر، دشت صد گونه تماشا. موجها خیلی غزاران ویند که در این دشت بزرگ به چرا می آیند. این شنیدین که هیچ قافیه نداره، اما یک جای خوانده میشه و آهنگ بسیار خوبش داره. بابا حکیم، کدام موضوعات در قالب شعر سفید آمده میتونه؟ تمام موضوعات، یعنی موضوعات احساسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی،
خلاص هر موضوعی که شاعر خواسته باشه دستش باز است و میتونه در قالب شعر سفید بیان کنه. والا اگه تو باشه که شعر سفید گفتن قاسان باشه، دلم هست ما هم شاعر شعر سفید شوام. نه او قاسان نیست. تو نمیشه که چند کلمه بی‌وزن بی‌قافیه را در چند جمله نوشته کنی و بگویی که ما شعر سفید گفتیم. باید تخیل و تصویر در شعر باشه و هم آهنگ و موسیقی داشته باشه. بریم بریم که زیاد وقت با وکی ما گرفتیم. لالو ماما چی شد؟ نه اینجا هستم. این کتاب بسیار خوبش بود. تا که شما گپ میزدین ما یک چند ورقش خواندم. خیر از باباکیم اجازه بگیریم و بریم. بخیر برین صاحب اجازه استین. با امان خدا باباکیم. با امان خدا. نه خیر ببینی لالو ماما که هم سات ماتر شد و هم کارخانگیم شد. بخیر باشین. لالو ماما اتو گپ میزنی که دلت از رخصت ما کنی. خیره که کم دیر آمدیم، بگی دیگه یک دری چه دگان خوب برام آواز کو. ما خود چیزی نگفتیم، با دو دیده. نه، ما مینی دری چه شنوینداره براتان آواز میکنم که یک جوان دوباره گریختن از مکتبش و پشیمانیش برای ما قصه کده. ایراج هستم از ولایت کاپیسا و لسوالی نجرا قریه دوزبیخیل. روز چهارشنبه بود، دستم فحش بودیم. از گندوال ما پدرش فحش شده. ما پیشتر معلم رفتیم، ما را اجازه نداده که می رفتیم. نمان ما هم از سر دیوال گریختیم. صبحش مکتب آمدیم، دیگه دیدیم یک هفته ما را غیر حاضر کرده بوده. ما اگر به قانون اصولش می رفتیم در مکتب هم بیاب نمی شدیم. دیگه همی تو خلاص شده با استفاده شنیدیم از مکتب در درس ماندیم. خوب شد که خودش فهمید که درس و مکتب فایده داره. کل کار از نافهمی میشه. اینه ما که پیش لالو ماما در قصر میاییم بسیار گپا را میفهمیم. امروز هم بسیار گپای جالب و خوبه یاد گرفتیم. مرا خواه همی معلومات موتر پرنده بسیار خوشم آمد. درباره شیر سفید هم فهمیدیم که وزن عروضی نداره اما آهنگ داره. اینال دیگه اگه اجازت باشه لالو ماما بریم بخیر. خویادتان باشه که امی معلومات به دیگه دوستایتان هم بگوین. حتما میگیم لالو ماما. ما دیگه رفتیم با امان خدا. پناهتان به خدا. دوستای عزیز، برنامه قصر و هزار دریچه را که شنیدین عبدالصبور جانباز در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتان نوشته و جور کرده بود.